شورای امریکایان و ایرانیان همچنان نیروی مهم و کارساز در روابط ایالات متحده و ایران باقی مانده است. طی دو سال گذشته در میانجیگری رفت و آمدی موسوم به مسیر دیپلماسی دو بین واشنگتن و ایران و فراتر از این دو کشور فعالیت مستمر و مؤثر داشته ایم. دستاورد مهم این پروژه مقاله سفید شورا در باره خط مشی ایران به امریکا برای ایجاد روابط بهتر بود که در اختیار دولت و عموم مردم قرار گرفت. جوهره این گزارش در تعاملات اخیر ایالات متحده به ایران و از جمله تبریک رئیس جمهوری ایران با آقای اوباما برای انتخاب شدن به ریاست جمهوری امریکا، نامنگاری میان رئیس جمهور ایالات متحده و رهبر ایران و پیام نوروزی رئیس جمهور اوباما بازتاب یافته است. برای مطالعه این گزارش لطفاً به وبگاه شورای امریکاییان و ایرانیان به نشانی www.american-iranian.org مراجعه کنید. به تازگی نیز وقتی که شورای امریکاییان به ایرانیان وضعیت غمبار هواپیمایی غیر نظامی ایران را به اطلاع رئیس جمهور اوباما رساند، واکنش دولت ایالات متحده مثبت بود و پذیرفت که با پیشنهاد خرید قطعات یدکی از سوی ایران موافقت کند. از سالها پیش نگرش شورای امریکاییان و ایرانیان این بوده است که بهترین راه برای ایجاد تحولات دموکراتیک در ایران عادی‌سازی روابط و همکاری با ایالات متحده است. ایران در چنین حالتی است که بیشترین منفعت را برای خود، ایالات متحده و متحدینش از جمله اسرائیل دارد. هیچ کشوری تا کنون نتوانسته است بدون داشتن روابط دیپلماتیک عادی با ایالات متحده به دموکراسی با دوام برسد. شورا به طور سنتی از ورود به عرصه سیاست داخلی ایران پرهیز داشته است. در این حال شورا توسل به خشونت در نارامی‌های پس از انتخابات را محکوم کرد. ما همچنین تشکیل دولت آشتی ملی را به عنوان راهکاری بالقوه پیشنهاد کرده و آن را به عنوان بهترین گزینه در وضعیت موجود ایران ارزیابی نمودیم. شورای امریکاییان و ایرانیان در سال 2010 نیز همچنان به فعالیت‌های معطوف به افزایش تفاهم به گفتگو بین دو کشور محوریت خواهد داد. شورا در همین راستا گروه هم‌اندیشی رابطه ایالات متحده و ایران را تشکیل خواهد داد. فعالیت‌های این گروه شامل موارد زیل خواهد: 1. گزارش خط مشی یا مقاله سفید شورا را اصلاح، به هنگام و تبلیغ خواهد کرد. 2. همایش بزرگی درباره آینده ایران برگزار خواهد کرد. و 3. یک رشته میزگرد درباره روابط ایالات متحده و ایران سازمان خواهد داد. شورای امریکاییان و ایرانیان همچنین در سال 2010 با ایجاد گروه اینترنتی ویژه امور ایالات متحده به ایران و بازارایی وبگاه خود خواهد کوشید تا گستره مخاطبان خود را افزایش دهد. این کار هم‌اکنون شروع شده است. سرانجام آنکه شورا با دیدگاهی تداوم نگر در پی ایجاد صندوق وجوه موقوفه خواهد بود که امیدواریم از آن حمایت کنید. ما در شورای امریکاییان و ایرانیان بر این باوریم که در آینده تداوم وضعیت موجود، یعنی وضعیت نه جنگ و نه صلح، به نفع امریکا یا ایران نیست و پایدار هم نخواهد بود.
درگیری نظامی نیز زیان بیشتری برای دو طرف و متحدین آن خواهد داشت. بنابراین ما بر این باوریم که راهکار درست همانا حل و فصل مسائل از طریق گفتگو به مصالحه شجاعانه و منصفانه است. ما از پیشنهاد ارائه شده توسط سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا، برای سفر به ایالات به ایران و تماس با همتایانش در مجلس نمایندگان ایران پشتیبانی می‌کنیم. امیدواریم که ایران از این حرکت سازنده استقبال کند. با توجه به اینکه به استحضار شما رساندم، استدعای شخصی من این است که به سازمان ما کمک مالی معاف از مالیات نمایید تا در رسیدن به هدف صلح‌آمیز ما یار و یاور ما باشید. نحوه ارسال پستی کمک‌های مالی یا اهدای کمک مالی از طریق اینترنت به توسط کارت‌های اعتباری در وبگاه شورای امریکاییان و ایرانیان توضیح داده شده است، یعنی در سایت www.american-iranian.org. ما همچنین کمک‌های غیر نقدی مانند اسناد بهادار، بهادار قابل معامله، امتیاز پرواز رایگان و صنایع دستی و هنری قابل حراج را نیز می‌پذیریم. هر کمک هر چقدر هم که اندک باشد مهم است و با کمال میل پذیرفته می‌شود و از بابت آن قبلا از شما تشکر می‌کنیم. بیاد داشته باشید که کمک‌های شما از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. در پایان از همه شما سپاسگزاری می‌کنم و از حمایت‌ها و توجهتون به این پیام متشکرم. لطف کنید و این ویدیو رو در اختیار دوستان و همکارانتون نیز بگذارید و در تحقق آرمان بزرگ ما که ایجاد صلح بین ایران و امریکاست مشارکت نمایید. اگر درباره سازمان ما پرسشی دارید، لطفاً از طریق پست اینترنتی با من در hooshang@american-iranian.org تماس بگیرید. متشکرم و خدا نگهدار.